یاد خدا در ولایت فاریاب شهر میمنه قرار داریم. امروز ما برای سیلاب زده های ولایت فاریاب توزیع مواد داریم. ما مواد های ما را معرفی میکنیم که به 14 قلم مواد داریم. از یک طرف یک سیب کچالوس، یک سیب پیاز، یک سیب پیاز، بله، یک سیب پیاز، یک سیب کچالوس، این یک بود برنج تاج طلایی، تاج طلایی که ما همون چیزی که گفته بودم برادر ما تاج طلایی است. این هم روغن 10 کیلوس، روغن 10 کیلوس، بله، روغن 10 کیلو، 5 دونه صابون، این 2 کیلو موی ظرفی، نیم سیل لوبیا، 2 قطعه لوبیا خورم است، نیم سیل دال نخود، نیم سیل شکر، نیم سیل ماش، 1 کیلو چای، 5 دونه آش مکرونی، 1 گوجه آرد مایکا. این اینجا چیش هم هست اینجا ما چیزی که گفته بودیم مایکا هست. بله. این مایکا هست، آرد مایکا. بله، آرد مایکا گفته بودیم. قرارداد ما وامی بود که آرد مایکا باید باشن. اینا 14 قلم مواد است که ما تنظیم کردیم، خریداری کردیم. خواستیم اینا را فقط همراه شما شریک بکنیم دوستای عزیز. البته این کمک ها از طرف دوستای عزیز ما که در خارج از کشور زندگی میکنن، افغان های ما به خاطر سیلاب زده های ولایت فاریاب مد نظر گرفتن و باید بگیم که در ماه مبارک رمضان اینا یک گوفنمی که باز کرده بودن، به مون گوفنمی به خاطر کمک های رمضانی اونا پول پرداخت کرده بودن. ما خریداری کردیم و تنظیم کردیم، امروز توزیع داریم. پیش از اینکه ما نفرها را در موادها بشانیم و موادشان را تسلیم بکنیم، یک بار خواستیم امروز شما شریک بکنیم. تشکر بسیار زیاد از افغانهای ما که واقعا کمک های بشر دوستانیشان برای افغانهای مظلوم و بیچاره و فقرایشان که در افغانستان زندگی میکنن دریغ نکرده و در کنارشان استاده کمک میکنن. و در اینجا و در این سروی ما که ما بیشتر از 150 الی 200 خانواده را سروی کردیم، سیلاب زده ها و طفل های یتیم ها و مادرهای بیواره، با حضور داشت تمامی وکیل گذرها، امام های مسجد، وکلای گذرها شدن. بعد از تکمیل پروسه سروی آل توزیع مواد داریم. همه موادها با حضور داشت برادرای ما که از قبیل تمیم جان انصار، خود ما و دیگر همکارای ما که نقل گذاری شده بود از طریق همکارای بیرونی متعین شده بودن، ما اینا را خریداری کرد. واقعا خانواده های شدیدن فقیر نیازمند بودن، اینا را دریافت کردیم. در خانه هایشان حتی یک لقمه برای نان خوردن نداشتن. بعد از تکمیل پروسه سروی ما اینا را شامل کمک های خود کردیم که از طریق دوستای ما به گوفنمی سهم گرفته بودن تشکر میکنیم. واقعا ما از همکارای ما که بیرون از کشور زندگی میکنن سپاسگزار هستیم. افغانای خود فراموش نکردن و یاد کردن. امروز حداقل یک فامیل با مبلغ 9000 بیشتر و کمتر زوره که مواد گرفتن خوراکه یا خرچ یک ماهیشان است. از این کمک های بشر دوستانیشان تشکری میکنیم و باز هم این کمک هایشان بسنده نبوده و به تعقیب کمک هایشان میخواهیم که همیشه دست نیازمندان را گرفته. والحمد لله رب العالمین. الحمد لله اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی منکم الصلاتی و ذریتی ربنا و تقبل دعاء و دعانا ربنا اغفر لی ولوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. هر کس کی ای بینوای را یاد کرده، هر کس کی ای غریب را یاد کرده، ای سلسله را آپردگی را یاد کرده، خداوند کمکی با بینت از خداوند پرامید نشود. خداوند کریم از هر نگاه، از هر وحدت، از هر نگاه سپار خداوند، سایوان خداوند باشه، سپار قرآن باشه. الحمدلله الذی وحولی علی الکبری اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ربی جعلنی. هر کس که بند مواده هایی که از برادرها و امسراخ به خارج هستند و بیوه ها به متضررین سیلاب زده ها کمک کردند، یک جهان سپاسگزاری میکنند. به از اینها خداوند اونا را از عمر دراز بده، از آبادهای امان صحت سلامت باشد. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه
آمین یا رب العالمین. تشکر از همه دوستای عزیز ما که زحمت کشیدن در گوفنمی سهم گرفتن و از افغانای ما تشکری میکنیم که هموطنان خود کمک کردن. تشکر بسیار زیاد. امروزی خانواده ها آنقدر خوش هستند که مواد خوراکی یک ماهه را اینا دریافت کردند. همگیشان مستحق هستند، همگیشان که نان خوردن ندارند. برادر عزیز چی گفتنی دارین؟ ما از برادرها و خواهرها که در خارج زندگی میکنند تشکر میکنیم. اول از خداوند متعال میخوایم که خداوند همه را همینا را همیشه صحت و سالم داشته باشه و موفق و کامیان داشته باشه. که در فکر برادرهایی که در افغانستان زندگی میکنند، سیر دارن، غریب هستن، فقیر هستن و یادشون بوده فراموش نکردن. خداوند انشاءالله همیشه کامیابشون داشته باشه. ما از این خیلی خوشحالی میکشیم که همین کمکی که دما بکردن. البته که همه هم بسند نیست. از دوست میگه خرمای ترنگی باشه یک کوهی زر است. ولی ما خیلی خیلی تشکر یک جهان سپاس که دیگه اگر ما دعا میکنیم خداوند اینا رو بیشتر از این براشون بیتید. دیگه هم بیشتر از همین غریبه و بطرها که در افغانستان خوهراشون و برادراشون همیشه یادواری بکنن. انشالله که فراموش نکنن. خداوند اینا رو هم انشالله سرفراز و سربلند داشته باشه. یک جنو تشکر. سلام علیکم برادرهایی که مسافر هستن با ما دست بالا کردن. ما که در گیل مانده بودم، در سیلا مانده بودم، از دست ما بالا کردیم. یک سال هزار خداوند برتان بکن. و این خواهرهایی که اینجا هستن با ما رفتن، این برادرهایی که با ما رفتن اونجا زحمت ها زیاد کشیدن. مگر ما غریبا همه خواهان آینده خود هستیم. خداوند برای شما دارای زیاد بده، همت بده. این کمکتان کمک کمتر است، زیادتر کمکتون به ملتان. همه گی ما یک مسلمان هستیم، در یک ماهی زندگی میکنیم به نام ولایت پاریاب. شهر میمنه یاد میشیم. این سیلاب زدگان است، این فخر دیدگان است، این ظلم ستم دیدگان است. همشون بیکار بیچاره هستند. امشب اینجا 60 فامیل که اینجا عیاشه عبادت شد برایشان روز نوروز روز است. روز خوبی است. خداوند روز شما را خوب کنند و از دیگر همشهری ها هم سلام ما را برسانیم که کمک هایی که دارن از وسط توانشان است در آینده در مردم ما کمک بکنند. آمین. تشکر. تشکر یک جهان از شما. تشکر از این خواهرهایی که در این شهر میمنه هستن رفتن در گیلا گیلا روزه شدن آمدن. تشکر میکنم. خداوند یک تونم و هزار بر تون دیتا. همیشه دست ما بالا است. اول به نام خدا از دوم بر شما است برادرای عزیز ما در خارج هستین. خداوند آرام هستین، آرام تر کنن. دعا کنین که ما مردم هم از این فقر بالا کرد خلاصی هست. با امید شما، امید ما از خداوند است. بعد از شما هستم، ملت ما هستین، آرزوی ما هستم، امید ما هستین، گلهای خود ما هستین. برای ملت تا کمک کنیم. خداوند شهامت غیرت تا اضافه کنه. همیشه اولادای تا خود تا در امن امان داشته باشه. آمین. خدمتی که با ما مسلمان ها هسته خداوند برتا کنه. آمین.